در ادامه بررسی تب‌های پاورپوینت میرسیم به تب ریویو. امکان رو دیگه تو تب ریویو وجود داره، همونطور که از اسم تب مشخصه، امکاناتی برای مرور و بازبینی فایل ارائه اما بعد از طراحی در اختیار ما قرار میده که دستورات این تب تو 7 بخش مختلف مثل پروفینگ، اکسسیبیلیتی، اینسایتس، لنگویج، کامنتس، کامپر و اینک قرار گرفته که به مرور این نکات رو با هم بررسی میکنیم. امکاناتی که تو قسمت پروفینگ وجود داره معمولا برای اسلایدهای به زبان انگلیسی کاربرد داره. الان من اینجا یک متن انگلیسی و یک متن فارسی قرار دادم. وقتی که تو متن فارسی مثلا یک جاهایی از حالا متنمون اشتباه تایپی وجود داشته باشه و بخوایم اون اشتباهات رو به کمک گزینه اسپلینگ درستش بکنیم، معمولا گزینه اسپلینگ براش کار نمیکنه و همش این پیغام رو میده: اشتباه تایپی تو این نوشته فارسی من وجود نداره، عبارت اسپل چک کامپلت رو داد. الان نگاه کنید، الان من مثلا میام به قصد یک حرفایی از کلمه رو پاک میکنم که ببینیم آیا روی نوشته فارسی کار میکنه یا نه. الان من یک حرفهایی از کلمات این متن فارسی رو پاک کردم تا ببینیم آیا گزینه اسپلینگ که معمولا برای دروردن خطاهای تایپی، اشتباهات تایپی استفاده میشه، آیا روی متن فارسی کار میکنه یا نه. میبینید الان با وجود این که تو متن من خطای تایپی وجود داره، باز گزینه اسپلچک کامپلت رو داد و منوی اسپلینگ برای من باز نشد. حالا برمیگردیم به متن انگلیسی خودمون. الان این متن انگلیسی من نگاه کردم و هیچ غلط تایپی نداره. گزینه اسپلینگ رو براش میزنم و خب این گزینه بهمون نمایش شده میشه که خب انتظارش رو هم داشتیم. حالا میایم با هم دیگه یه سری حرفهایی از کلمات این عبارت رو پاک میکنیم و اصطلاحاً به عمد یه سری خطاهای تایپی رو تو نوشته خودمون ایجاد میکنیم که ببینیم آیا این کار اسپلینگ روی نوشته‌های انگلیسی کار میکنه یا نه و اگر کار میکنه به چه صورت هست. من حروف یه تعداد از کلمات رو پاک کردم و بعد از گزینه اسپلینگ استفاده میکنیم. میبینیم که حالا برای زبان انگلیسی کار کرد و منوی اسپلینگ رو اینجا سمت راست برای ما باز کرده که حالا دونه به دونه کلماتی که اشتباه تایپی دارن رو اینجا نمایش میده و بعد به ما پیشنهاد کلمه درست رو میده. الان میبینید مثلا پیکچر، پیکچرد و پیکچرز تو سهالت مختلف اینجا به من پیشنهاد میده که من میتونم گزینه صحیح رو انتخاب بکنم و بعد با زدن دکمه چنج میاد و کلمه درست رو جایگزین اون کلمه نادرست میکنه. الان میبینید خودش باز به صورت اتوماتیک کلمه نادرست بعدی رو تشخیص داد، در واقع کلمه ای که از نظر املایی نادرست هستش و خودش اینجا باز کلمه درست رو پیشنهاد داده. که اگر من گزینه چنج اول رو هم بزنم، اگر این غلط تایپی تو همه متن من تکرار شده باشه، این کلمه ای که اینجا درست هست و من انتخابش کردم جایگزین همه این کلمات غلط این متن میشه. و بعد اگر گزینه ایگنور وانس رو بزنم، میاد و پشپوشی میکنه از این غلط تایپی که اینجا وجود داره. و اگر این کلمه یه حالا غلط، یعنی کلمه که اشتباه تایپی داره تو متنمون چند بار تکرار شده باشه، اگر گزینه ایگنور وانس رو بزنیم، فقط همین کلمه ای که از نظر تایپی ایراد داره و انتخابه نادیده گرفته میشه. ولی اگر ایگنور اول رو بزنید، همه کلماتی که به این صورت این غلط املایی رو دارن و تو متن تکرار شدن رو نادیده میگیره. الان میبینید زیر این کلماتی که خودش تشخیص داده که غلط املایی داره، یک خط قرمز رنگ هم وجود داره که اگر من گزینه ایگنور رو بزنم، این خط قرمز هم از بین میره و سراغ کلمه بعدی میره و اصلا با یک کلمه درست هم اون رو جایگزین نمیکنه. البته این خطای قرمزی که اینجا زیر کلمات افتاده، وقتی که شما اسلایدتون رو پرزنت میکنید مشخص نیست و توی حتی پرینت اسلاید ها هم نمیفته و اینجا فقط تو این حالت به شما نمایش میده برای اینکه بخواید حالا این غلط رو اصلاح بکنید. پس یا اینکه اگر غلط بعدی رو الان انتخاب کرده انتخاب کنید و گزینه اد رو بزنید، انگار این کلمه غلط به دیکشنری پاورپوینت اضافه میشه و دیگه همچین کلمه‌ای رو غلط
حالت تایپی حساب نمیکنه. بعد برای کلمه بعدی هم باز دوباره شما میتونید مثلا درستش رو انتخاب کنید و با زدن چنج بیاین و درست کلمه رو جایگزین غلط تایپیه بکنید. و اگر این آیکون رو هم بزنید، تلفظ صحیح این کلمه‌ای که اینجا انتخاب کردین رو برای شما داره. میبینید؟ و بعد تو این قسمت هم واژه‌ای که انتخاب کردین معنی و سینونیماش رو آورده. که حالا من باز دوباره این کلمه درست انتخاب میکنم و گزینه چنج رو میزنم تا کلمه درست جایگزین کلمه نادرست بشه و همه اینها رو میتونم برای لغتم انجام بدم. وقتی که تمام میشه خودش باز این پنجره رو نشون میده که ما عملیات اسپل رو تموم کردیم و بعد شما میتونید اوکی کنید. ولی خب معمولا این کار برای اسلایدهای انگلیسی کاربرد داره و روی اسلایدهای فارسی دیدیم که کار نکرد. و گزینه بعدی از قسمت پروفینگ گزینه دسارس هست که وقتی که شما میایید و یه متنی رو انتخاب میکنید این گزینه فعال میشه. اگر عکس تو اسلایدتون انتخاب بکنید این گزینه غیر فعاله. چرا؟ به خاطر اینکه این گزینه روی متن کار میکنه، روی کلمات کار میکنه. الان من مثلا یک کلمه پیکچر رو انتخاب میکنم و بعد گزینه دسارس رو میزنم. کاری که گزینه دسارس انجام میده این هستش که میاد و اون کلمه‌ای رو که انتخاب کردین اصطلاحاً مترادفا و متضاداش رو نمایش میده. الان من مثلا پیکچر رو انتخاب کردم، میگه خب ایمیج هم میتونه مثلا جایگزین این کلمه بشه و بعد شما میتونید از بین این پیشنهادهایی که اینجا برای شما تو دسته‌بندی‌های مختلف قرار داده یه پیشنهاد رو انتخاب کنید و بیاین و روی این مثلث کنارش کلیک کنید. دو تا گزینه برای شما میاد، اینزرت و کپی. اگه همینجا می‌خواید که این کلمه مثلا ایمیج جایگزین پیکچر بشه میتونید اینزرت رو بزنید و خودش جایگزین میکنه. ولی اگر میخواین که نه، مثلا این کلمه رو کپی کنید، میتونید گزینه کپی استفاده کنید و بعد باز دوباره خودتون بیاین اون کلمه رو انتخاب کنید و کنترل وی بزنید تا اون کلمه‌ای که انتخاب کردین جایگزین بشه. و این امکان دسارس برای زبان فارسی کار نمیکنه. الان من مثلا یه کلمه فارسی رو که انتخاب میکنم و این گزینه رو میزنم خودش پیام میده No دسارس is available for Persian ایران. میگه که این امکان برای زبان فارسی و برای ایران در دسترس نیست.